سلام، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه و ممنون که ما رو حمایت میکنید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. آیا میخواید کاری کنید که یکی از شما خوشش بیاد؟ خب ما بهتون میگیم بهترین راه چیه. 1. از موضوعاتی حرف بزنید که هر دوتاتون بهش علاقه مندی. آدم‌ها عاشق این هستن که از علایقشون حرف بزنن و هر وقت صحبت از علایقشون باشه بلافاصله پر انرژی و خوشحال میشن. داشتن یک مکالمه جذاب و درگیر کننده راجع به علاقه آدما یک راه بسیار عالی برای شروع یک قرار ملاقاته. همچنین یادتون نره که در مورد علایق خودتون هم حرف بزنید تا حال خودتون رو هم خوب کنید و مکالمه شیرینی داشته باشید. 2. روی اعتماد به نفس خودتون کار کنید. همونطور که در ویدیوهای قبلی گفتیم، اعتماد به نفس جذابترین ویژگی یک آدمه و اگر این ویژگی رو داشته باشید، افراد زیادی تحسینتون میکنن. چون همه آدما میخوان اعتماد به نفس داشته باشن و با خودشون راحت باشن و خودشون رو دوست داشته باشن. پس یادتون نره حتما روی این ویژگیتون کار کنید و در مکالمتون با کسی که میخواید به خودتون علاقه‌مندش کنید، از این ویژگی استفاده کنید. شاید این کار یکم زمان ببره، ولی حتما ارزششو داره. یک راه برای بالا بردن اعتماد به نفس اینه که با فرد مورد علاقتون بیشتر حرف بزنید و کنارشون احساس راحتی کنید. راه دیگه تقویت اعتماد به نفس ورزش کردن و رسیدگی به ظاهر و سلامت روان خودتونه. 3. ارتباط چشمی قوی ایجاد کنید. یک راه دیگه برای علاقمند کردن کسی به خودتون ارتباط چشمی موقع دیداره. البته نه به صورت عجیب و غریب. فقط ارتباط چشمی برقرار کنید و موقعی که حرف نمیزنید از نگاه کردن به چشمهای طرف مقابل ترس نداشته باشید. شاید این کارتون یه نشونه از دوست داشتن باشه، مخصوصا وقتی که همراه با لبخنده. مطالعات نشون میدن که ارتباط چشمی طولانی مدت بین دو شخص احتمال عاشق شدن رو بالاتر میبره. 4. از برداشتن اولین قدم ترسی نداشته باشید. یادتون هست که گفتیم اعتماد به نفس خیلی ویژگی جذابیه؟ اینکه قدم اول رو بردارید هم نیازمند اعتماد به نفسه. پس اگر این کار رو بکنید، احتمال تحسین شدنتون توسط فرد مورد علاقتون زیاده. اگر با اعتماد به نفس قدم اول رو بردارید و یه قرار ملاقات ترتیب بدین، شاید بتونید اون شخص رو به خودتون علاقمند کنید. 5. گاه هم به طور اتفاقی اون فرد رو لمس کنید. لمس کردن فرد مورد علاقتون هنگام حرف زدن میتونه احساس راحتی و نزدیکی بهشون بده و تا وقتی که به صورت عجیب یا معذب این کار رو انجام ندین میتونه تأثیرات خوبی بذاره. پس یادتون نره که در مورد علاقتون حرف بزنید، به چشماشون نگاه کنید و دستشون رو لمس کنید. به نظرتون کدوم یکی از اینا موثرتره؟ یا شاید دعوت به یه قرار ملاقات تأثیرش از همه اینا بیشتر باشه؟ یادتون نره که نظر خودتون رو برای ما بنویسید و اگر از این ویدیو لذت بردین، ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. همچنین یادتون نره که سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم فعال کنید. ممنون از نگاهتون.